f یک تابعه خطی است که جدول قیمتهایش در پایین نشان داده شده است و برای ما سه قیمت مختلف از X داده شده است و متناظر F قیمت های X کدام گراف پایین نشان دهنده تابع است که نسبت به F سرعتر می باشد پس وقتی ما راجع به سعودی سرعتر حرف میزنیم ما در حقیقت در مورد یک میزان یا سرعت بالای تغییر Y به نسبت F حرف میزنیم یا یعنی اینکه یک میزان تغییر مختصات عمودی به نسبت مختصات افقی حرف میزنیم که این روشی دیگری است که می توان گفت کدام یک اینها سراشیبی نسبت به F دارد ببین پس حالا بیایید که تغییر در مختصات عمودی را به نسبت تغییر در مختصات افقی من ببینیم که چی است یک بار دیگر حرف یونانی مثلث حرف یونانی برای دلتا است که اختصار تغییر می باشد پس این تغییر در f بر تغییر در x لذا ما اینجا می بینیم زمانی که x به یک تغییر می کند قیمت تابع ما به مثبت 5 تغییر می کند و این خطی است لذا آن صحیح می باشد بین هر دو نقطه نسبت بین تغییر ما در f و تغییر ما x مشابه می باشد اگر ما تا به یک دوباره اوج بگیریم ما در مسیر x مثبت یک داشته باشیم. ما یک بار دیگر به اندازه 5 بلند می بریم. اگر شما از این نقطه شروع کنید و تا اینجا بیایید پس اگر شما از مثبت دو در امتداد x بروید شما به مثبت ده در امتداد افقی خواهی رفت لذا این مساوی به ده بر می شود که در واقع تا حال همان پنج می باشد لذا در هر صورت شیب یا سرعت تغییر مختصات عمودی به نسبت مختصات افقی 5 برای F می باشد. حالا بیایید ببینیم کدام یک اینها سریع تر افزایش دارد. خب A حتی افزایش پیدا نمی کند. لذا A نزول می کند. همین که X افزایش پیدا می کند و نزول می کند. لذا آن یقینا که موضوع اصلی نمیتواند باشد. اگر ما به این یکی در اینجا ببینیم بی این و نظر می رسد که بیید ببینیم اگر از اینجا شروع کنیم اگر ما یک را در امتداد مسیر یک افزایش دهیم اگر تغییر ما در x یک باشد و نظر می رسد که تغییر در وای دقیقا 5 است یک، دو، سه، 4، 5 پس این به نظر میرسد که برای گزینه B شیب ما دقیقا 5 می باشد یا تغییر ما در وای بر تغییر در x دقیقا 5 می باشد پس این نسبت به f افزایش پیدا نمی کند این همانندی f افزایش پیدا نمی کند حالا بیایید به سی ببینیم بینیم بنابراین من تلاش می کنم که یک نقطه ای را پیدا کنم که آن مثل یک عدد سه که اینجا دارم به نظر آید پس موضوع اصلی همان می باشد منفی سه منفی سه و اگر من در مسیر x یک را انتقال دهم به نظر می رسد که من بیشتر نسبت به پنج افزایش می دهم من به اندازه یک دو سه چهار پنج شش، هفت، هشت افزایش می‌دهم. پس این یکی به نظر می رسد که این دارای شیب هشت میباشد. اینی این یکی نسبت به F اف سریعتر افزایش پیدا میکند. پس ما آن را در آنجا حلقه می کنیم. حالا بیایید که به این گزینه ببینیم. اگر از اینجا شروع کنم من همین طوری نقطه را برداشتم. بخاطر که آن در یک مختصات عدد صحیح قرار گرفته است. این در نقطه دو قرار دارد. منفی چهار. اگر اکس را به اندازه یک افزایش دهیم بعدا ما وای را اندازه یک دو سه افزایش میدهیم به نظر که تقریبا سه صحیح یک بر دو میرسد یقینا که پنج نه برای اینکه این به اندازه اف سری افزایش پیدا میکند این باید که به پنج افزایش پیدا کند پس این یکی باید که در اینجا باشد این باید که یک دو سه چهار پنج تا برود این باید که در اینجا می بود خط بیشتر چیزی همانند این به نظر میرسد که فقط به F تطابق کند با صورت قابل ملاحظه ای نسبت به F کمتر می باشد پس دی به موضوع تطابق ندارد فقط C می باشد